مصدق فیلم کوتاهی از روزبه دادبنده، روایتی داستانی از روزهای تبعید دکتر محمد مصدق در قریه احمدآباد. این فیلم ملاقات دکتر مصدق و یک پزشک آمریکایی رو دستمایه کارش قرار میده و به مرور بخش مهمی از حوادث تاریخ معاصر ایران میپردازه. در این فیلم فریبرز داوودیان، بازیگر موفق ایرانی، به ایفای نقش دکتر محمد مصدق میپردازه. بخش کوتاهی از این فیلم. That was many years ago. Where is she? In a hospital in Zurich. She was young when I was put in prison. She never spoke after that. Your government is responsible for my situation. It is the price I had to pay to show my country a glimpse of freedom. May I have your arm? It's all for nothing. Nowhere. You do not have to win every battle to achieve progress. People may not enjoy democracy for a long time, but they will rise again. And these sad memories will have served a great purpose. امشب میزبان فریبرز داوودیان هستیم تا درباره این فیلم و بازی او در نقش دکتر محمد مصدق گفتگو کنیم. فریبرز داوودیان، به سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما هستی. صبح بخیر بهنود عزیز، امیدوارم که آب و هوای شهر واشنگتن هم به شما امروز بساز. اینجا که خورده هوا ابریه، ولی خب امیدوارم آفتاب بشه، هوا بهتر باشه یه چند ساعتی که میگذره. همیشه پشت ابرها آفتاب هست و بالاخره یک روزی بیرون خواهد اومد. خیلی هم عالی. خب اگه موافق باشی گفتگو رو درباره این فیلم آغاز بکنیم. یه مقدار برامون توضیح بده داستان این فیلم دقیقاً چیه و چه دوره زمانی رو در بر میگیره. داستان رو نویسنده در مورد 6 سال بعد از اینکه به اصطلاح مصدق حبس شد در منزل خودش، هاوس ارست به قول امریکایی ها، نویسنده می نویسه که آقای مصدق دچار بیماری شده بودند و از امریکا طبیبی می فرستند که به ایشون رسیدگی بکنه و مسئله‌ای که مطرح بوده اینه که آیا کاراکتر من دکتر مصدق می تونه به این پزشک اعتماد بکنه که آیا اومده اونجا برای بهبودی مصدق بکوشه یا شاید منظور خاصی داره و در واقع کلکی در کاره و مسئله اطمینانه که به اون پزشک میتونه داشته باشه دکتر مصدق یا نه و دوستی به خصوصی بین اینها پیش میاد که آخر فیلم هم دیگه نمیتونم براتون بگم. نه دیگه نمیشه همشو بگیم، درسته. آره. قصه در مورد اون باغ احمدآباد، در منزل خود حبس بودن دکتر مصدق، رابطش با پسرش و این شخصی که از خارج اومده، دیدش نسبت به ایران اون موقع، مردم، تا حد این حکایت رو خلاصه میکنه اینجوری که گفتم. دکتر مصدق یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر ایرانه، چطور در این نقش جا افتادی؟ چگونه این شخصیت رو پیدا کردی و دلوی دوربین رو بازسازی کردی؟ حالا این سوال قشنگیه و دو جور میشه یک شخصیت رو به نظر من یه بازیگر بازی کنه. یکی اینه که شما میتونید خب ریسرچ بکنید، سالها و روزها در مورد یک شخص مطالعه بکنید و بستگی به نوع فیلمی که ساخته میشه داره یا اگر رو صحنه هستین نوشته چطوریه، ولی اصولا من یه اعتقاد شخصی دارم به عنوان یه بازیگر و اون اینه که در هر انسانی یک سری عنصرها همیشه در شخصیتش وجود دارن. شکست،
افتخار، پیروزی، متانت، شهامت، شادی، غم. کاری که من میکنم به عنوان یک بازیگر در نقشایی که بازی میکنم اینه که سعی میکنم اون عنصرها رو که در خود من به عنوان یک انسان حتما وجود داره در صحنه‌های مختلف فیلم اونها رو بازی بکنم و جلوی دوربین بیارم. برای همین من فکر کنم همه آدم‌ها شبیه هستن وقتی که کار به اساس عنصرهای شخصیتی یک انسان میرسه. در کیس دکتر مصدق، خب یک شخصی که مقام نخست وزیری در یک مملکت داشته و هزارها هواخواه و افراد دنبال اون بودن، مثل یک بوتی بوده براشون، اگر 6 سال در منزل خودش حبس باشه موقعیت فکری و ذهنی اون چیه؟ اگر سنش بالاست و بیماری داره موقعیت فیزیکی اون چیه؟ چطوری راه میره یک شخصی که بیماره، یک شخصی که 6 سال در باغ خودش حبسه؟ چه امیدی داره با آینده؟ آیا این شخص انتقام جوه یا اینکه بردباره و خوشبینه؟ میدونی چی میگم؟ بعد میرسیم به اینکه خب اون شخصیتش همونطور که اول گفتم چجوری بوده. آیا شما دارید استالین رو بازی میکنید یا گاندی رو بازی میکنید؟ هر کدوم از اینها در تبعید بعد از 6 سال ممکنه شخصیتشون چطوری فرم بگیره. خلاصه یه مقدار من سعی میکنم که برم به اصل موضوع برسم و خودم بذارم در اون موقعیت. خب با توجه به توضیحایی که دادیم، پرسش اینجا مطرحه، به عنوان یه بازیگر یا هنرپیشه با چه دشواری هایی روبرو بودی؟ چه چالش هایی بود برای رسیدن به این نقش مورد نظر؟ والا دشواری های بزرگ این نقش، حالا به حالت طنز اگه بخوام برات بگم، مسئله میکاپ و گذاشتن اون گوش ها و بینی و چروک ها روی پوست هر روز ساعت 5 و 6 صبح در سرما زیر دست به فارسی میکاپ آرتیست، نمیدونم چجوری باید بگم، کار سختی بود. هر روز 3-4-5 ساعت گذاشتن میکاپ بود و 2-3 ساعت بعد از ظهر برداشتن میکاپ بود. یکی از صحنه‌های کاخ احمد آباد رو که بازی کردیم به قدری سرد بود اون محیط که ما باید وقتی که دوربین کارگرم گفت کات، 3-4 تا پتو می آوردن می انداختن روی من و بازیگران دیگه و ما خودمون رو سعی می کنیم گرم نگه داریم تا دوباره وقتی که فیلم شروع می شد فیلم برداری پتوها رو بر می داشتن. این البته در سطح عرض می کنم، ولی دشواری نداشت. اینجور کارها شیرینه، در واقع لذت بخشه. امکان این که آدم بتونه در نقش دیگری ظاهر بشه تجربه بسیار شیرین و جالبیه و به خود شخص میآموزه که به مسائل زندگی از دید دیگه‌ای نگاه بکنه. خب شما توضیحاتی که دادین درباره شرایط فیلم برداری ما رو کنجکاو میکنه بدونیم این فیلم در کجا فیلم برداری شده. خب تصاویرش هم پخش کردیم، بینندگان ما قسمت‌هایی از این فیلم رو دیدن. چه مدت این پروژه طول کشید و دقیقاً کجا رفتیم شما؟ فکر میکنم فیلم برداری ما حدود 1 هفته، میدونی که همونطور که خودت گفتی فیلم کوتاهه، الان 22 دقیقه شده این فیلم، حدود 1 هفته فیلم برداری کردیم، بیشترش در لس آنجلس بود. کارگردان به نظر من روزبه دادوند که جوانیست، از USC داره گریجویت میشه در رشته فیلم، بسیار دقت نشون داد در صحنه سازی ها. این صحنه باقی که میبینید رو ما رفتیم در حوالی سان فرانسیسکو با بودجه محدودی که کارگردان داشت، این باغ به خصوص رو پیدا کرده بود که اونو یاد احمد آباد انداخته بود. با دشواری بسیاری از نظر بودجه تمام کرو به اونجا رفتیم، یک شب در یک هتل موندیم که اون صحنه زیبای باغ رو که میبینید روزبه تونسته بود پیدا بکنه و فیلم برداری بکنه در یه پارک معروفی در منطقه سان فرانسیسکو. 1 هفته همونطور که عرض کردم فیلم برداری بود در لس آنجلس و سان فرانسیسکو. و به نظر من یکی از حسنای بزرگ فیلم لباس‌ها، میکاپ و انتخاب صحنه‌ها و سته. حقیقتا اینا رو ما بهش میگیم پیریود فیلم. همینطور که نگاه میکنم ما رو میبره به اون زمان و کار آسونی نیست که شما تهران اون زمان رو در سان فرانسیسکو به وجود بیارید و فکر میکنم که کارگردان بسیار با دقت این کار انجام داده و من میپسندم کارش رو. میبینید چه صحنه زیبایی، چه باغ قشنگی، چه درختای قدیمی تنومندی.
خب این فیلم به زبان انگلیسی تهیه شده، توضیح میدید که در کجاها به نمایش در میاد و یه فیلم کوتاه این چنینی با این شرایط که داره در بازار کنونی هنری چه موقعیتی میتونه کسب کنه؟ این سوالی که پرسیدی من یادم اومد از دشواری‌هایی که قبلا ازم پرسیدی، میخوام دوباره بگم که دشواره که آدم نقش دکتر مصدق رو به زبان انگلیسی ایفا بکنه، این خودش یک تضادی به وجود میاره، ولی خب میدونی که در هالیوود همه انگلیسی صحبت میکنن اگر لازم باشه. فیلم‌های شورت اینطوری یا کوتاه اینطوری معمولا جنبه فرهنگی دارن، نه تجاری همونطور که حدس می‌زنین، و در فستیوال‌های مختلف ظاهر میشن، همونطور که می‌بینید الان در فستیوال نور اتفاقا، مثل این که نمایش امروزمون تا 2 ساعت دیگه در همین شهره که خودم برای اولین بار این رو صحنه بزرگ میبینم. تا اونجا که بتونه کارگردان سعی میکنه در فستیوال های مختلف بره و در واقع این بیزنس کارد یا آیدی فیلمساز در صحنه فیلمسازی جهانی، تهیه کننده های بزرگ و استودیوهای بزرگ از همچین کاری میتونن بفهمن که کارگردان یا نویسنده یا تهیه کننده چند مرده حلاج به قول معروف. پس صرفا هدف اینجور کارها معرفی بازیگر و کارگردان و تهیه کننده و تمام دستندرکاران فیلم به فیلمسازهای حرفه‌ای هالیوود یا کشورهای دیگه. فریبرز عزیز 30-40 ثانیه فرصت داریم. آخرین سوال من، به هر حال این موضوع جنجالی، موافقین و مخالفین خاص خودش رو از زوایای گوناگونی به این داستان نگاه میشه در تاریخ ایران، شما به عنوان یه هنرپیشه چه دیدی داشتی؟ نگران نبودی وارد این بازی ها یا گفتمان های سیاسی و اجتماعی بشی؟ اصلا به نظر من گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی همونطوری که خودت میگی بهنود جان گفتمان هستن عزیز دلم. اتفاق‌ها میفته، افراد کارهایی رو که میتونن میکنن، خیلی وقت‌ها قصه‌ها 20 سال 30 سال 40 سال بعد معلوم میشه که اصلا معنای دیگه‌ای داشت، اتفاق‌ها جور دیگری افتاد، تاریخ رو تاریخ نویسان مینویسن، به نفع خودشون مینویسن، هر چیزی یک مثبتی داره یک منفی داره و بازیگر کارش فقط بازیه و تا حدی سعی در این که تاریخ رو بتونه جوری نمایانگر بکنه، نویسنده هم با قلم خودش هر قصه رو مینویسه، کار ما اینه که این کارها رو روی صحنه بیاریم و به هیچ وجه هم فرقی نمیکنه واقعا که چه اتفاقی در تاریخ افتاد، تا اونجایی که کار ما دقیق باشه و اشتباه زیاد درش نشده باشه ما راضی هستیم که کارمون عرضه بکنیم. من خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز در لس آنجلس با ما بودی، برات آرزو موفقیت میکنم در ادامه فعالیتایی که در پیش داری. بهنود جان همیشه از صحبت با تو لذت میبرم و با همه تماشاگران محترمتون خداحافظی میکنم، روزتون خوش. مرسی.